عرض سلام و ادب، امیدوارم حالتون خوب باشه و هر جای هستید صحیح و سلامت باشید. امروز این ملودی درخواستی دیگر رو بهتون آموزش میدم و ریتمون 3-4 هست، یعنی 1-2-3 1-2-3 یا 1-2-3 و اگه بخوایم نوت چنگ بشماریم، و گاممون هم می مینور هست. این بکینگ ترک رو هم میذارم طبق معمول آخر همین ویدیو که باش تمرین کنید. خب حالا اگر بخوایم با بکینگ ترک بزنیم، اول 6 تا ضربه های هات داریم، یعنی 1-2-3 1-2-3، بعد بکینگ ترک شروع میشه و میزان اولمون یه سکوت داریم، یه سکوت سیاه، یعنی میشه 1 و روی 2 باید فرت 2 سیم 3 رو بزنیم با انگشت 2، بعد آزاد سیم 3 و بعد آزاد سیم 2 و بعد با دستمون سیما رو میگیریم که اون سکوت چنگ آخر میزان اول هم اجرا بشه. حالا یه میزانش رو واسه نمونه میشمارم، همین میزان اولیو میشه 1-2-3 و 1-2-3 و اینجوری میشه. میزان دوم هم مثل همین میزان اولیه، پس دو میزان اولمون مثل همه. بعد میزان سوم سیم سه آزاد، بعد فرت 4 سیم 4 با انگشت 4 و بعد فرت 2 سیم 4 با انگشت 2، بقیه میزان 4 سیم 2 رو آزاد بزنید. بعد که سیم 2 رو آزاد زدید، واسه میزان پنجم سیم 2 آزاد، فرت 1 سیم 2 با انگشت 1 دوباره سیم 2 آزاد، میزان آخر این خط فرت 2 سیم 3 آزاد سیم 3 دوباره فرت 2 سیم 3. پس این در کل میشه همین خط اولیمون. واسه خط بعد سیم 2 رو آزاد بزنید واسه یه ضرب، بعد فرت 2 سیم 3 انگشت 2 آزاد سیم 3 و بعد دوباره آزاد سیم 2. میزان دومون مثل همون میزان اول و دوم خط قبله، یعنی یه سکوت داره، بعد فرت 2 سیم 3 آزاد سیم 3 آزاد سیم 2 و یه سکوت. پس این دو میزان اولمون. میزان سوم یه آکورد دو ماژور رو میتونیم بگیریم و این ریتم واسهش بزنیم. کلن واسه آهنگم از این ریتم میتونیم استفاده کنیم. اگر یه میزان 3-4 رو در نظر بگیریم، میتونیم 3 تا نوت سیاه داخلش داشته باشیم، یعنی مثلا این یه ریتممون باشه 1-2-3. حالا اگر اولی رو سیاه بزنیم و بعد اون دوتا سیاه بعدی رو هر کدوم بکنیم دوتا چنگ، تبدیل میشه به 5 ضرب ریتممون، یعنی یه نوت سیاه با 4 تا چنگ، و ضرب اول از بالا به پایین میتونیم بزنیم با انگشت آی پی رو هم بذارید روی سیم 6، بعد بالا به پایین، پایین به بالا، بالا به پایین، پایین به بالا، 4 تا چنگمون رو اینجوری بزنیم با انگشت آی روی تریبل. پس این دو ماژور رو میگیریم و بعد یه میزان رماژور رو میگیریم و یه تک ضرب روش میزنیم. بعد دو میزان آخر این خطمون فرت 2 سیم 4 4 سیم 4 آزاد سیم 3 فرت 2 سیم 3 آزاد سیم 2 و فرت 1 سیم 2. خب حالا اگه بخوایم این خط رو کامل بزنیم،
واسه خط بعد یه میزان می مینور داریم، یه میزان سول ماژور و با همون ریتم هر کدوم رو میزنیم. این میشه یه میزان. بعد دو میزان بعدی مثل دو میزان آخر خط قبله، یعنی دو چهار روی سیم چهار، آزاد سیم سه، دو سیم سه، آزاد سیم دو، یک سیم دو. بعد دو میزان دیگه می مینور و سول ماژور رو داریم، یه میزان می مینور یه میزان سول ماژور و دو میزان آخر این خط آزاد سیم دو، یک سیم دو، فرت سه سیم دو و انگشت سه، آزاد سیم یک و بعد فرت دو سیم یک رو میان به انگشت یک میگیریم. تا اینجا میشه قسمت اول ملودیمون، این سه خطی که تا اینجا گفتیم. بعد واسه قسمت دوم ملودیمون بعد از آزاد سیم یک و فرت دو سیم یک، فرت سه سیم یک رو به انگشت دو بگیرید، بعد فرت دو، فرت سه، فرت دو، فرت سه. این میشه سه تا میزان اولمون. بعد بقیه میزان سوم با انگشت یک پنج رو بگیرید، پنج سیم یک، و یه همران کنید به هفت با انگشت سه. پس پنج رو میزنید محکم با انگشت سه میزنید روی فرت هفت. بعد میزان چهارم این خط اون فرت سه، فرت دو، آزاد، همه اینا روی سیم یک. بعد میزان پنجم فرت دو، آزاد، فرت دو، فرت سه سیم دو و آزاد سیم یک. این کلا میشه این خط. بعد خط بعد، بعد از سه سیم دو و سیم یک آزاد میریم به فرت دو سیم یک و بعد یه همران از سه به پنج روی همون سیم یک. سر و انگشت دو بزنید و یه همران کنید به پنج. بعد فرت دو، آزاد و بعد فرت سه سیم دو و انگشت سه. میزان سوم آزاد سیم یک و فرت سه سیم دو. بعد میزان چهارم فرت یک و انگشت یک، یک سیم دو، فرت سه سیم دو و فرت یک سیم دو. و بعد میزان پنجم آزاد سیم دو و بعد یک سیم دو. میزان آخر این خط دوباره فرت سه سیم دو رو بزنید، آزاد سیم یک و فرت دو سیم یک، که دوباره میخوایم بریم همین ملودی رو یه بار دیگه شروع کنیم. پس این خطمون آروم بعد واسه دو خط بعدی دوباره همین ملودی رو میزنیم، یعنی اینجا مثل قبله. بعد سیم چهار آزاد، میزان پنجم این خط هستیم. سیم چهار بعد از اینکه سیم دو رو آزاد زدید، یعنی میشه اولین نوت میزان پنجم این خط، سیم دو آزاد، بعد سیم چهار آزاد، فرت سه سیم پنج با انگشت سه، سیم چهار آزاد، فرت سه سیم پنج،
بعد میزان بعد فرز 2.5 و میزان آخر این میمینو رو بزنید. این هم میشه ملودی دوممون. آکوردهایی که داریم همون آکوردهای گام میمینور هستن. یه دونه دو ماژور داریم. همه آکوردها سردسته. ر ماژور، میمینور، سول ماژور، سی مینور و لا مینور. و اون ریتمی که گفتم واسه یه ملودی دومی داخل بکینگ ترک زدم، یعنی از اونجایی که این ملودی رو میزنیم این ریتم رو شروع کردم داخل بکینگ ترک. از همون اولش مثلا همون آکورد اولمون که می مینور هست بالای هر میزان آکورد رو نوشتم، با پی سیم 6 رو میزنم، میزدم داخل بکینگ ترک، با آی سیم 3، بعد با ام و آ سیم 1 و 2 با هم، بعد دو ماژور واسه یه میزان، پی اینجا دیگه سیم 5 رو میزنه، آی ام و آ همون سیمای قبلی رو میزنن، یعنی آی سیم همیشه سیم 3 رو میزنه، ام و آ سیم 1 و 2 با هم. میشه همون قسمت اول، بعد ملودی اولی، بعد واسه قسمت دومی چهار میزان می مینور، چهار میزان سی مینور، یه میزان دو ماژور، یه میزان لا مینور، بعد یه میزان می مینور، یه میزان ر ماژور. و اینا دو بار میزنیم. اینو که دو بار زدیم، یعنی از می مینور تا ر ماژور، بعد دو میزان آخرمون یه بار دیگه میمینور رو میزنیم و بعد تک ضرب روی میمینور، اونجایی که داخل ملودی با میمینور تموم کردیم داخل بکینگ ترک هم با میمینور تموم میشه.